زندگی واسه من خیلی سخته. خدا شاده عاجز شدم، خسته شدم مثلا. یه اراده میخواد که کو از پا در بیاری. فقط دلم میخواد با زن بشم سر یه سفره بشینم یه چای بخورم. خارشو میکنم واقعا. ادبی چه نامردی چه بده. یه آدم نیستیم. جمعه جور مواد رفت دیگه. ما دیگه از دست رفته ایم. باعث شد که زنم و زندگیمو از دست بدم. از زندگی سیر شدم. در به خدا نکنی. ترکش محاله. تحمیلی نداریم اصلا. خیلی تلخی کشیدم. سالمی رو تو مداد بیاد بیرون. تا صبح نمیخوابیدم. نکنید نکنید. تمام برام خوش شده بود. تو باعث آبروی مایی. ولی منم بدبخت چی؟ هرچی ترسو باشی آدم تنها باشی بهتره. مردن رو خواستم دیگه. فوقش این آدم میذاره فرار میکنه. خودکشی واسه من چیزی نیست. اصلا یه معتاد نجسه. انقدر شد نماسه جامعه. اون آدم چیزی رو آتیش میزنه. ماهی یه بارم خودم رو بد فرض. رفیق بودیم و هم اینطوری بودیم. بدقات تو سرم بکن. نمیدونم واسه چه آواره هستیم از تو. هروئین، شیره، شیشه، کریستال، کرک، دریاج، قرص، فقط هشیش. بدقاتم بیچاره شد. یه دونه سیگاری هشیش کشیدم. چی رفتتیم کاشی دریجه گرفته باشه. یارو کلید کرد، کلید کرد، کلید کرد. دانم میسوزم. بابا نکنی بحث دیگه نمازه. اصلا کارتو بیس بیس میکنم. فرد معتاد یه فرد مریضیه. فرد معتاد به نظر من مریضه. یه بیماره، احتیاج به درمان داره. یک بیماری مشترک در بینشون هست. به نظر من یه شخص خیلی کثیفه. یعنی یه فرد عادی نیست. افراد ناسالم و ناباب و معتاد و یا قاچاق فروش اینا حضورشون بیشتره. بچه‌ها وقتی این افراد معتاد می‌بینن که اینجوری افتادن کنار خیابون، خب یاد می‌گیرن ازشون. بیشتر کسایی هم که معتادن آدمای مترودی هستن. معتادا رو اگه جمع کنن خیلی خوبه. به اصطلاح جمع کنن، واقعا باید استدی کنن. بهتره که اینا جمع بشه، جمع‌آوری بشه. بعد تمام این افراد پاکسازی بشه، یعنی که از محیط‌های عمومی جمع بشن. باید جمع بشن. برای اینکه برای جوانامون خیلی بده. می‌دونم هر چطور جمع بشه با این موزل مبارزه بشه ان شاءالله. همه جا هستش. مگه میشه جلوی اینا رو گرفت؟ امروز این پارک رو پاکسازی بکنن، دوباره فردا نوعی چی؟ همین آش همین کاسه. خب خیلی بده. 5 دقیقه بشینیم یه آرامش داشته باشیم. اما این معتادا نمیذارن. مردم رغبتی ندارن. ولی خب باید برای اینا یه فکری بکنن دیگه. دوباره میان. چرا؟ چون اساسی نیست. بیشتر هم میشه روز به روز. جوون بیکار میره میگه تریاک بخرم کاسبیه تریاک کنم. خب بعد دیگه زشته. برای همه زشته. دوران درمانو گذرونده باشه بعد بیاد تو جامعه. چون کسی که به خودش رحم نکنه به دیگران هم رحم نمیکنه. کمک امثال من و شما اینا که دردی دوا نمیکنه. احتیاط ترکش یه مقدار نزدیک به محال هستش. چرا جمع‌آوری نمی‌کنن؟ چرا زورشون نمی‌رسه؟ بچه‌ها میان اینجا تفریح کنن. وقتی همچین افراد رو می‌بینن خب مسلماً تأثیر بدی براشون داره. افرادی به چشم می‌خورن که خب نباید باشن. موش خب یک مسائلی مشکلاتی ایجاد می‌کنه. معتاد هم یه مشکلات دیگه. موش و اینا باعث میکروب و انگل هستن. اینا هم همینجور هستن. خب به ما چه ما چیکار می‌تونیم کنیم؟ دنبال کسی میگردن که مشتری جمع بکنن یا کسی دیگر هم آلوده بکنن. به همین شیر آبی که اینا دست بزنن باعث میشه که بقیه هم بگیرن این بیماری رو. اینو باید از ریشه چی خشکونده بشه. بهداشت عمومی رو رسمه وارد میکنن. آلودگی میارن اصلا کلن بیماری ها برای همین افراد معتاد هستش. آدم معتاد که میدین اول آخرش تو جوبه. خب بهتره که نباشن. واقعا موزلیه که میتونه هر کدومش تک تک ما رو به اصطلاح درگیر بکنه. برای سلامت جامعه مضر هستن.
وجه اجتماعی نداره اصلا. هر جام که بری همین آش همین کاسه. چون واقعیتش دیدن اینا بالاخره نوعی به آدم زجر و ناراحتی القا میکنه. مسلما شهر ناسالمی خواهیم داشت. خیار وقتی خیار شور میشه دوباره خیار شدنش خیلی بعیده. مرخصی داره، ترخیصی نداره، همین. یعنی اول آخر اعتیاد مرگه. چند مدت مصرف میکنی؟ من الان نزدیک 35 سال مصرف میکنم. خانواده هم داری؟ جان خانواده هم دارم، 5 تا بچه دارم. من فقط پول زیادی نمیتونم بگم رفیق نه چیز، همه چی دست خودت. شما نمیتونی بگی اینا منو وادار کردن که من این کارو بشم، نه، همه چی دست خود انسان. ما اینو میکشیم زرنگ بشیم، مثلا بریم پلاستیک به جای اینکه شبی مثلا 10 کیلو میاریم 20 کیلو بیاریم، مثلا 30 کیلو بیاریم. 30 کیلوشم اگه بشه مثلا میگم وزن مثلا شاید بشه 3000 تومن، دیگه بیشتر از 3000 تومن نمیشه. اعتیادت با چی شروع شد؟ اعتیادم فقط با سیگار شروع شد. یعنی از اول مستقیما رفتم سراغ هروئین. سابقه زندان هم داری؟ سابقه زندان هم دارم. چند فقره؟ دقیق بگم یا مثلا گمراهتون کنم یا مثلا بگم یه چیزی بگم یه مخواهیم یه آماری بگیریم یه چی کاری کنیم. هر جوی دوست داری بگو. یه پول میدیم چی دوا تهیه میکنیم با هروئین با سیگار و نمیدونم رفیق بد و اینا. نه تحصیل داره، نه اینکه تحصیل نداشته باشه، ولی 99% نه این مقصد خود ما هست. احساس سرشکستگی میکنی به خاطر این وابستگی که داری به مواد؟ به خاطر همینه که همیشه خانواده دوره. میخوای بشین؟ جان آقا با شما بد میشه، زشت نیست جلو شما بشین. نه عزیزی حرفا چیه؟ من هم میشینم باید بشین. بیادبی نشه، نذاریم به حساب بیادبی، بچه بیادبی نیست. فقط من حالا نمیدونم گزارش برای چی میخواین تهیه کنین، کاری به این کارو ندارم. خدا کنه یه جوری باشه که 4 درس عبرت یاد بگیره. این خانم هم برانداز دیگه کافی، فقط یه بار، دو بار، سه بار بیا اینم حال روز بار زدیم به سر درست بشیم. دیدن شما ترس یه طرف، کم بودن دوا اینجوری کیفیت شمکن
باید دوباره بلند شمید بریم دوباره بگردیم تا یه ازتون یه جور خوریم بیم. فکر میکنی راهی هست که زندگیت عوض بشه؟ راهش هست، من تو کسی نیست اون اندازه بهم کمک کنم. یعنی به هر کیم بگم نگفته میرم میخندم، ولی خب چاره چی؟ چه راهی رو پیشنهاد میکنی؟ یه راهی که پول در بیارم از زن بچه یه همچه هزینه بسید بنویسید کوکو جوشی. عزیز من، دائما در مورد اینکه پول باید باشه و با پول میتونی زندگیت عوض بشه صحبت میکنی. یه روش دیگه گفتم خدمتت، آدم معتاد با پول هیچ زندگیش عوض نمیشه، شاید بدترم بشه، شاید میزان دوایی که میزنی بیشترم بشه. پیشنهاد دیگه اون که کاملا درست، اون که فرمودی حرف شما هستین کاملا درست. وقتی نباشه پول، من مجبورم پا منجو گوشتم در ماشین شما رو با کنم. ترکش محاله، فکر نکنم ترک داشته باشه، ترکش خیلی، یعنی یه اراده میخواد که کوه و اسبا در بیاری. به اونایی که الان تازه دامنگیر این اعتیاد شدن میخواهم بگم اگر میتونن اگر اراده شدارن هر چی زودتر بکشن کنار به نفعشونه. سه این چهار راه وای میسیم واقعا دیگه راه آخرمونه. اصلا پدر مادر خودشم، فامیلای خودشم چی؟ اصلا یه جونی نگاش میکنن مانند یه وحشی هستی. چه بگم، این مردم اینجوری نگاه میکنن دیگه به یه مردم که احتیاط داشته باشی. حالا من میرم بغل بعضی از ماشینا بارن شیشه رو میزنم بالا، خیلی دلم میگیره. خیلی تلخی کشیدم تو زمستان، خیلی سردی کشیدم تو این همه برف و بارون و بیرون میخوابیدم. بله من درد دل دارم، چون درد دل دارم. از خدا میخوام که
اول من رو نجات بده، راحت هم کنه، ایمان هم بده بمیرم. آخرین باری که گریه کردی یادت میاد؟ رفتن ترمینال تلویزیون داشت دعای کومینم خون، دلم پر شد همینجوری، بغض گلوم گرفت، چی منم گریم گرفت. تو اون لحظه چیزی هم از خدا خواستی؟ مردن رو خواستم دیگه. میگن کسی که خودکشی کنه ایمان نداره، ولی من میگم خدا ایمانم رو بده بمیرم. من فکر میکنم مثل این شعله هستم، مثل این یه چوک بریت هستم که دانم میسوزم، سوختم بدن، انقدرم ازم مونده که چی از این دنیا برم، ولی چی نمیدونم چرا خدا راحتم نمیکنه مانده همون بسوزم. تمام بدنم سوخته، این یه ذره مونده، خدا میخواد اونو ازم بگیره. خب منم دوست دارم بگیره، ولی هرچی زودتر بگیره نمیدونم چرا نمیگیره. تو پارک نشستی؟ حاجی تو پارک میخوابم، جا ندارم تو پارک میخوابم. چند وقتی که آقا شبیه 1000 تومنشو میدیم، رفتیم یه مدت هم نشستیم اونجا، شبیه 1000 تومن همش دادیم، یه خوشگله تیتیش مامانی عرار رسید، دست کرد تو جیبش، اون دید مایهش کلونتره، ما رو کرد بیرون. خرجت از کجا می آوردی؟ دلالی این ور اون ور بالا پایین خلاصه. آره دیگه میدونی که. چند وقتی که اینجوری هستی؟ الان میشه 16 سال میشه. قبل از 16 سال پیش در چه وضعیتی بودی؟ عالی، 20 یعنی هیچی رو نمیدونستم چی 20. بابا الان ما حضرت عباس رو اگه میشناسین، حاضریم یه پیرمرد باشه 90 سالش باشه، کمرش شسته باشه رو زمین، به ما بگه روزی 10 مرتبه گلاب به صورت همتون فلان جای منو بشور، ولی در این خونه رو نگاه نکن، اینم 4 بسته قرص دیاسپام، این عمل بذار کنار، من فقط خرجتو میدم، در این خونه رو نگاه کنی شارنگتو میزنم. 17 سال پیش که احتمالاً راه خطا رو بنا به دلایلی رفتی، فکر میکردی یه روزی تو این وضعیت باشی؟ اما رسا گوه میخوردم، غلط میکردم، اگه مثلا آخرش اینه. سابقه زندان داری؟ آره. چند فقره؟ 15 فقره. بیشتر به چه جرمایی میرفتی زندان؟ فقط مواد. سر مدتت که تامشه یک تیوان زد کونت میزنم این دزنه بیرون. بابا کجا بریم؟ چی کار کنیم؟ بابا دوباره که ما رو داری بلیم کنی تو خیابون که. بابا من میگم یه این توالتی که بعد نسبت میرن توش خرابکاری میکنن گلاب به صورت همتون، این توالت رو من بدن بگن شبیه 1000 تومن برو گدایی کن، برو ننه تو بفروش، شبیه 1000 تومن بیار بده من، ولی تو این توالت باش 4 دیواری باشه، یه تخم مرغ هم صبح صبح پس کن بخور خلاص. بیرون نفرت دارم از بیرون، نفرت دارم از بیرون. از اول زندگیت به برامون تعریف میکنی؟ بابا جون دیگه رفت دیگه، همه چی همه چی رو مواد رفت دیگه، طلا رفت، زندگی رفت، همه چی رفت، جوونی خوشگلی همه چی رفت، وقتی همه چی رفت یعنی چی نیست دیگه، تموم شد. چطور شد که دنبال مواد رفتی معتاد شدی؟ یکی بچه بیناموس این کاری کرد، من گفتم کمردرد دارم،
گفت کمردر داری دو رو از این بکشی این خیلی خوبه. گفتم میدونستم ولی نهیده بودم درست حسابی. گفت دو رو از این بکشی اصلا کارتو 20 رو 20 میکنه. گفتم راست میگی. گفت تو بمیری از تپسی جونه بچم. گفتم یا تو بمیری. آقا دو را کشیدن همان، سه روز اونجا افتادن همان. تو چه محیطی زندگی میکردی که یه نفر به شما جرأت کرد که بگه بیا تریاک مصرف بکن؟ رفیق بودیم و همین جوری بودیم. رفیق بودیم و همین طوری بودیم. چرا رفیق خوبی نبودون؟ ما چه میدونم؟ اما تو چیکم یارو بودم. شما به هر حال سن و سالی ازت گذشته بود و خانم پخته‌ای بودی که رفیقتو انتخاب کرده بودی، ولی رفیق خوبی نبود، درسته؟ ما بعدم متوجه شدم که کارش خراب بود. اون موقع که آدم احتیاج داره دست نوازشی با هنر رو سرش باشه خدا گرفت. اون وقت کی شما رو بزرگ کرد؟ با خواهرم بودم، بعدم شوهرم دادن دیگه. 10 سال خونه داری کردم. من تا چون دیگه زایمان نکردم، معذرت میخوام، زایمان نکردم دیگه، خواهر شوهره یا رو کلید کرد، کلید کرد، کلید کرد، داره ما رو طلاق. برادرمون که حسب گرفت مرد، دور از جون شما، شما زنده باشین انشاءالله، 26 سالش بود، اون حسب گرفت مرد. این از اون بابا ننه اونم که خدا گرفت، خودمون دیمون یه خواهر بزرگ دارم، خواهر بزرگم الان بروجرده، اون عروس داره، داماد داره، اون شوهرش هم اصلا میگه معتاد نجسته، اصلا نجسته. یعنی منو 20 تا خیابون ببینه اون زن آتیش میزنه. تو قبول داری حرف ایشونو؟ نه بابا، من بهش میگم بابا عرض تحبسی ما رو جمع و جور کن. ابوالفضل اگه تو دیدی ما این راه رو ادامه دادیم، عرض تحبسی شارکم حلالت. آره جمع جور کن، شارنگم حلالت قرآنی. اینجا رفتن واسه مردا خوابگاه زدن وقت زنها بلن تو خیابون. اینا رو نگاه کن جان سید شهدا، واسه مردا خوابگاه زدن زنها بلن تو خیابون. فکر میکنی کی یاد شماها بیافتن، یاد خانمای کارتون خواب؟ فکر کنم زمانی که امید خدا رفتیم سر کشید، یعنی اول به اجزه رو. چه روشی رو پیشنهاد میکنی برای اینکه کسی راه شما رو نره؟ من میگم اصلا از تحبسی نه رفیق بگیرین، نه رفیق بازی بکنین، نه چیزی. هرچی آدم تنها باشه بهتر. درسته میگه تنهایی به خدا برا زنده است و بس، ولی خب تنها باشین بهتره، راحت ترین. هرچی ترسو باشه آدم تنها باشه بهتره. چون من وقتی منو شیر کنن، من بیام طرف شما مثلا اینو بخوام منو شیر کنم، اینو از دستت بگیرم فلان اینا، خب منم شیر میشم، اینو از دستت میگیرم، امروز اینو میگیرم، فردا اینو میگیرم، پس بعدم یه چیز دیگر میگیرم، پس بعدم میرم بالای دار. خدا حافظ شما. شما الان چیز خاصی مصرف کردی؟ من احساس میکنم حالت کاملا طبیعی نداری. نه من الان که نه، ولی خب یه 1.5 ساعت 2 ساعت پیش یه دونه سیگاری هشیش کشیدم. عامل اصلیش من به این نتیجه رسیدم بیکاریه. من خودم ازدواج کرده بودم، ولی خب همین بیکاری باعث شد که زنم و زندگیمو از دست بدم. ولی خب من بار اول که کشیدم دیدم خب